درود بر شما. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های خیابان زندگی در خدمت شما هستم. بریم ببینیم امشب در این خیابون چه خبره. از هر 7 انسان روی زمین یکی کم‌توان است. جامعه چقدر فکران است؟ جنون خرید و شکسته شدن قیمت‌ها در حراجی، چرا در ایران وضع برعکس است؟ سیلی سرد زمستان، برف و سرما، نمک به زخم کودکان و زنان آواره سوری. و با زنی ایرانی آشنا می‌شویم که جواهراتش در آمریکا می‌درخشد. اینجا در آمریکا با نزدیک شدن تعطیلات سال نو همه جا حال و هوای دیگری پیدا میکنه. از آگهی‌های تلویزیونی و اینترنتی تا تبلیغات فروشگاه‌ها، هر طرفی رو که نگاه میکنید تابلوی حراج رو میبینید. اما واقعا اجناسی که با این همه تخفیف به فروش میرسه سودی هم داره؟ این واقعا سوال منم بوده. این هفته همراه با روزیتا ایراندوست با سیستم قیمت‌گذاری در آمریکا بیشتر آشنا میشیم. اینجا نصف نونواییه، نصف سینما. این آدم ها اینجا صف کشیدن تا با باز شدن فروشگاه اولین خریدارای اجناس حراجی باشن. در آمریکا فردای روز شکرگزاری به جمعه سیاه معروفه. جمعه‌ای که به طور سنتی شروع فصل حراج سال نوه و خیلی ها حتی برای خرید کردن بیرون فروشگاه چادر هم میزنن. اما چرا جمعه سیاه؟ هر وقتی که آمارنویسان اقلام شرکت ها رو مینویسن، اگر تهمانده حساب ها رقم آخر مثبت باشه با سیاه، با قلم سیاه می نویسن. اگر منفی باشه با قلم سرخ می نویسن. در نتیجه تمام این شرکت ها انتظار دارن که در این جمعه ای که حالا گذشت ازش به نام جمعه سیاه نام ببرن، به این دلیل که آرزوشون این استش که فروش کرده باشن رقم سرخ باش روبرو نشن و مبلغ فروششون بسیار به اصطلاح ارزنده باشه که ارزش اون فروش رو داشته باشه. از این نظر بهش میگن جمعه سیاه. در آمریکا دولت نقشی در قیمت گذاری نداره. این شرکت‌های تجاری هستند که قیمت اجناس رو تعیین می‌کنن. عوامل مختلفی در تعیین قیمت کالاها تأثیر داره. از جمله هزینه حمل و نقل، بیمه، انبارداری و انتقال به مناطق مختلف در آمریکا. وقتی که تمام این قیمت‌ها حساب شد، یک ضریب 8 یا 9 یا 10% نه که 10% از قیمت، 10 برابری به این داده میشه که مثلا یک چیزی که بالفرض 2 دلار تمام شده الان مثلا میشه که 10 دلار، که بتونن بعد اگر همین جنس رو خواستن مثلا با 50% تخفیف بفروشن باز هم یک سودی درش نهفته باشه. این نیستش که اگه بر اساس قیمت تمام شده برن، فرض کنید یک چیزی 2 دلاره، اون وقت وقتی که 50% تخفیف میشه میشه 1 دلار زیر قیمت تمام شده در میاد براشون. بنابراین این کار رو نمی کنن. همیشه قیمت گذاری ها چندین برابر اون قیمت تمام شده برای هر یک از شرکت هاست. این میون همه چیز روی رقابت میچرخه. شرکت های تجاری از روش های تبلیغاتی مختلف برای جلب مشتری استفاده میکنن، مثل تبلیغات تلویزیونی. در سالهای اخیر تبلیغات مجازی از جایگاه خاصی برخوردار بوده و مثلا همین امسال فروش اینترنتی در آمریکا بیشتر از 1 میلیارد دلار و فروش قبل و بعد از روز شکرگزاری در فروشگاه ها بیشتر از 20 میلیارد دلار بوده. در 1-2 هفته گذشته که جمعه سیاه به پایان رسید، ارقام نسبتا خوبی بیرون اومد که گفتن که بین 20-23% فروش امسال از سال قبل بهتر بوده، که این تبلوری است از اینکه وضع اقتصادی آمریکا داره بهبود حاصل میکنه. البته دموکرات ها همیشه این نظر رو داشتن که آهسته داره اقتصاد رشد میکنه، ریپبلیکن ها در موضوع انتخاباتی تاکید داشتن که نه، اونطوری که باید شاید رشد نمیکنه، ولی به هر صورت اغلب اقتصاددونای آمریکا معتقد هستن که وضع اقتصادی اگر نه با سرعت بلکه آهسته داره رشد پیدا میکنه. و از این نظر بود که دوران کریسمس امسال که هنوزم به پایان نرسیده به نظر میرسه که یکی از دورانهای موفق اقتصاد اخیر آمریکا باشه. البته ساختار اقتصادی جوامع با هم فرق میکنه.
مثلا آمریکا اقتصادی مصرفی داره و به همین دلیله که شرکت‌های تجاری مردم رو به مصرف بیشتر تشویق می‌کنن و با کشورهایی مثل ایران متفاوته. اینجا در آمریکا هر روز از این برگه‌های تبلیغاتی دم خونه همه میاد و هدف اصلی هم فروش بیشتره. مثلا با ارائه این کوپن به مدت 2 هفته اگر به این فروشگاه سر بزنید از لوازم خونه تا لباس بین 15% تا 20% تخفیف می‌گیرید. روزیتا ایران دوست، صدای آمریکا، واشنگتن.